شبی 28 مای تخمیناً ساعت 22 در بازار مرکزی شهر خورخ سختار به عمل آمده، یک قسمتی دکان‌ها و مغازه‌های صاحب کاران آتش گرفتند. برای برطرف نمودن حادثه به عمل آمده، کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تمام قوه و نیروی خود را روانه نمودند، ولی با سبب مال و اموال سنتتیکی زیاد در مغازه‌ها، علنگه آتش با سرعت بازار مرکزی را پهن کرده، در نتیجه 17 مغازه و 16 دکان صاحب کاران شهر خورخ ولایت مختار کوهستان بدخشان به کمی آتش فرو رفتند. برای هرچی زودتر خاموش کردن سوختار رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر در جای حادثه قرار داشته، تمام تکنیکای آتش نشانی و خواجگی منزلی و کمونالی و سوختارهای نظامی را در این سمت سفر بر کردند. باید تذکر داد در جایی که سوختار به عمل آمد، زنجیره های کوپروک پیادهگرد محله تبابتخانه بازار مرکزی محکم بودند و با سبب به گرمی حرارت آتش تاب نآوردن، تناب چندیری پول پیادهگذر گسسته شده، کوپروک یک پهلو به دریای خون سرازیر گردید. 28 مای سال 2022 ساعت 22:48 دقیقه اوید سرزدن سوختار به خدمات دولتی آتش نشانی خبر داده شد. با جای حادثه قوه و وسایل خدمات دولتی آتش نشانی شهر خورخ، نویه روشقلا و نویه شغنون سفربر گرد شدند. انگام رسیدن علنگه آتش در قسمت بازار مرکزی شهر خورخ 17 مغازه و 16 دکان رو علنگه آتش فرا گرفته بود. از طرف کارمندان خدمات آتش نشانی در مدت کوتاه‌ترین علنگه آتش احاطه کرده شده، در مدت 1.5 ساعت مغازه که در کوم آتش بودند از کوم آتش نجات داده شدند. این حال تمام سوختارهای داخل دور در جای حادثه کار کرده استودند و سبب سرزدن سوختار و ضرر از سوختار معین کرده می شود. طبق اطلاعی مسئولین نهادهای نجات دهنده در برابر سوختار خاموش کنی توانستند قسمتی از مال و اموال مغازه های آشیانه یکم بازار مرکزی شهر خورخ را از سوختار نجات داده به صاحب کاران برگردانند. در نتیجه سوختار از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی از آشیانه یکم بناهای مغازه که در کوم آتش فرو گرفته بودند، مول اشیای شهروندان نجات داده شد. برای معین نمودن عامل اساسی سرزدن سوختار و تازه نمودن جای حادثه، با سپارش رهبریت ولایت میرزاناباد علیشیر خدایبردی، گروهی کاری با بیش از 15 قوه و واسطه های تکنیکی وارد بازار مرکزی شهر خورخ گردیده، مغازه های سوخته شده را از افلاسی ها تازه نمودند. پس از سوختاری به عمل آمده در شبکه های اجتماعی چنین اطلاع پهن گردید که گویا در نزد کوپروک پیادهگرد که محله تبابتخانه و بازار مرکزی را با هم میپیوست، ترکیش به عمل آمده باشد. ولی این سر و صداها به اساس بوده. تحلیل ها نشان می دهند که عامل اساسی کرنوشویم گردیدن تناب چندیری کوپروک، این سرزدن سوختار در بازار مرکزی و از معیار بالا رفتن علنگه آتش و تاب نآوردن تناب چندیری پول به آتش دانسته می شود. شب 28 مارس تخمینا ساعت 22:30 در نتیجه سرزدن آتش در بازار مرکزی شهر خورخ، کوپروک پیادهگرد محله بنیتین بازار مرکزی زنجیر کوپروک با حرارت آتش توب نوارده زنجیر کنده شد و در نتیجه کوپروک کرنوشویم گردید. حادثه ای که دین شب روی داد سوختار بود. در وقت سوختار امون بند میگویند یا تروس میگویند، اوز کوپروک شکست و کوپروک آلو گشت. با سپارش رهبریت ولایت مختار کوهستان بدخشان، تکنیکا و مکانیزم های شهرداری و راهسازان سفربر شده تا بگاه جای حادثه را پر تازه نمودند. تدقیقات در سمت معین نمودن عامل اساسی سرزدن سوختار در بازار مرکزی شهر خورخ و خسارات مادی آن ادامه داشته، متخصصان کوشش دارند در کوتاه‌ترین فرصت سبب های آن را معین سازند. ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزاناباد علیشهر خدایبردی سبب و عامل های سرزدن سوختار را در دکان و مغازه های بازار مرکزی شهر خورخ از رهبریت خدمات دولتی سوختار نشانی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت پرسان شد. ذکر گردید که در نتیجه سوختار شب 28 می سال روان 17 مغازه و 16 دکان صاحب کاران شهر خورخ به کام آتش فرو رفتند. به زمین با زیاد شدن میدان سوختار، تناب چندری پل پیاده گذر به محله بیمارخانه پیوست می نمود تاب نآورده کنده شد. از روی حادثه رخ داده گروه
کوری سوختور نشانان در این سم فعالیت برده دوام چند روز اخیر سبب و عامل های سوختور را دقیق کرده نسبت صاحب کارانی که با چنین رفتار خنک نظرانه خود باعث سر زدن سوختور گردید در نزد قانون جواب خواهند گفت رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میزان آباد علیشر خدایبردی به ایمچوزاده انور ایمچو و رئیس شهر خوروق دستور دادند که تا بگو داخل مغازه و دکان های سوخته شده بازار را هر چه زودتر پاکسازی و به ترتیب درآورند از رهبرت اداره خواجگی راههای افسونگرد ولایت طلب کرده شد که کارهای برقرارسازی را در یکجایگی با متخصصان سطح جمهوری در پل پیاده گذار هر چه تیزتر آغاز بخشند.